سرخط خبرها پیام عربستان به تلاویف درباره حمله به رفح اسرائیل خطاب آمریکا حکم بازداشت نتنیاهو صادر شود تشکیلات خودگردان تنبیه می شود و هشدار پنتاگون درباره سلاح هسته ضد ماهوارای روسیه به خدا سلام به این بسته خبری از پیک خوش آمدید رسانه ابری زبان گزارش داد که عربستان درباره هرگونه حمله رژیم صهیونیستی به رفح به این رژیم هشدار داده و اعلام کرده که هرگونه حمله زمینی به رفح مانع عادی سازی روابط میان ریاض و تلاویف خواهد شد به گزارش روز پنجشنبه از اسنا شبکه کان رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک منبع آگاه در دربار پادشاهی عربستان سعودی به این شبکه اعلام کرده که ریاض نسبت به انجام هرگونه عملیات نظامی رژیم اشغالگر در رفح به تلاویف هشدار داده است این منبع آگاه همچنین مدعی شد که ریاض به تلاوی اعلام کرده که هرگونه حمله نظامی به رفح باعث دور شدن عادی سازی روابط با عربستان می شود. منبع مذکور همچنین اعلام کرد که ریاض از طریق آمریکایی ها پیامی به تلاوی ورسال و تاکید کرده است که هرگونه عملیات نظامی در رفع اشتباه بزرگی تلقی شده و قرار داده عادی سازی روابط میان ریاض و تلاویو را دور می کند. شبکه کان رژیم سهیونیستی به نقل از این منبع سعودی که نخواست نامش فاش شود گزارش داد که در صورت حمله رژیم صهیونیستی به رفع که ریاض را از توافق دور می کند، عربستان به چشم کشور خائن دیده خواهد شد این منبع تاکید کرد که در صورت عدم تشکیل کشور فلسطین عربستان نمیتواند روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کند و ریاض نمیخواهد جایگاهی را که نزد کشورهای اسلامی دارد از دست بدهد مقامات آگاه اعلام کردند که این رژیم به رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر دادگاه لاهه حکم بازداشت مقامات اسرائیل را صادر کند تلاویو با اقداماتی تشکیلات خودگردان فلسطین را سرنگون می کند و هدف بعدی اسرائیل تشکیلات خودگردان فلسطین برای حمله خواهد بود به گزارش روز پنجشنبه از خبر آنلاین وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرد که مقامات اسرائیل به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار دادند که اگر دادگاه بین الملل یک کیفر حکم بازداشت سران و مقامات ارشد اسرائیل را صادر کند تلاویو سلسله پاسخهایی را علیه تشکیلات خودگردان فلسطین آغاز خواهد کرد که به فروپاشیان منجر می شود. در روزهای اخیر گزارش های در رسانه های رژیم صهیونیستی منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان کیفری بین المللی در حال آماده شدن برای صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش و یا وزیر جنگ این رژیم است به گزارش خبر آنلاین نتانیاهو مدعی شده که اگر حکم بازداشت صادر شود رسوایی در مقیاس تاریخی خواهد بود به نوشته یکی از اقدامات احتمالی اسرائیل می تواند بر شکستگی تشکیلات خودگردان از طریق مسدود کردن انتقال درآمدهای مالیاتی باشد تشکیلات خودگردان اداره کرانه باختریه اشغالی را بر عهده دارند رژیم صهیونیستی از طرف فلسطینی ها مالیات جمع آوری می کند و بر اساس توافقنامه صورت گرفته از تشکیلات خودگردان نیز حمایت می کند. دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست فضایی مدعی توسعه یک سلاح اتمی ضد ماهواره خطرناک از سوی روسیه شده و درباره آن به شدت هشدار داد به گزارش خبرگزاری میزان دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست فضایی خطاب به قانونگذاران این کشور مدعی شد که روسیه در حال توسعه یک سلاح اتمی ضد ماهواره بیرویه است او گفت که این تهدیدی برای تمام ماهواره است که از سوی کشورها و شرکت در سراسر سر جهان اداره می شوند. جانت بلامب در جلسه استماع کمیته فرعی خدمات مسلح مجلس نمایندگان ادعا کرد که موضوعی که ما نگران آن هستیم این است که روسیه در حال توسعه است و اگر نتوانیم آنها را متقاعد کنیم در نهایت یک سلاح هسته ای در فضا به پرواز در خواهد آمد که یک سلاح بی خواهد بود به این معنی که بین ماهواره نظامی غیر نظامی و تجاری و قائل نمی شود او گفت که تهدید غریب الوقوع نیست اما پنتاگون و کل دولت بایدن نگران این برنامه هستند لام در پاسخ به سوالی درباره تاثیر احتمالی چنین سلاحی گفت که مدار پایین زمین رایشترین مدار برای استقرار ماهوارهها به دلیل تشرشعات ناشی از انفجار ای احتمالا تا یک سال غیرقابل استفاده می شود. لام گفت که تخمین تاثیر دقیق چنین سلاحی به اندازه انفجار هستی بستگی داشته و پیشبینی دقیق دشوار است اظهارات پلام با اولین باری است که دولت بایدن توانایی بالقوه ضد ماهواره روسیه را در یک جلسه استماع علنی کنگره مورد بحث قرار میدهد مایک ترنر رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از پلان در مورد برنامه روسیه پرسش کرده بود ترنر اولین بار در ماه فوریه این موضوع را در یک بیانیه عمومی مرموز مطرح کرد و از کاخ سفید تو اطلاعات مربوط به آنچه یک تهدید جدی امنیت ملی نامشخص خوانده شده بود را از حالت طبقه بندی خارج کند جان پلام دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست فضایی گفت که توانایی در حال توسعه روسیه می تواند تهدیدی برای همه محوره هایی باشد که از سوی کشورها و شرکت های سراسر سر جهان اداره می شوند. مقاومت اسلامی عراق با امداد پنجشنبه از حمله پهبادی به یک هدف مهم و حساس در بندر ایلات واقع در فلسطین اشغالی خبر داد به نقل از خبرگزاری شهاب فلسطین مقاومت اسلامی عراق در بیانی اعلام کرد که در راستای مقابله با دشمن صهیونیستی و حمایت از مردم غزه و پاسخ به جنایات اشغالگران صهیونیست علیه غیر نظامیان فلسطینی به ویژه زنان و کودکان با پنجشنبه حمله پهبادی به یک هدف مهم در بندر ایلات در فلسطین اشغالی انجام داده است مقاومت اسلامی عراق پیشتر نیز اعلام کرده بود که هدف مهمی را در بلندی‌های جلان اشغالی سوریه هدف حمله پهبادی قرار داده است بر اساس اینفوگرافی که به تازگی رسانه جنگ نیروهای مقاومت منتشر کردند. مقاومت اسلامی عراق در دویست روز گذشته که از طوفان الاقصا میگذرد به ترتیب ۲۴۳ عملیات حمله به 90 هدف در خاک عراق 65 حمله به اهدافی در عراضی اشغالی و ۸۸ حمله به اهدافی در سوریه را انجام داده است گروه مقاومت اسلامی عراق در عملیات گذشته به سرزمین های اشغالی هشدار داده بود که در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه عملیات خود علیه موازه این رژیم را تشدید خواهد کرد این گروه پس از انجام عملیات خود در سرزمین های اشغالی همواره بر حمایتش از مردم غزه و تشدید حملات علیه اشغالگران تاکید کرده بود ممنونیم از این تا پایان این بسته خبری با پی همراه بودید